بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما عزیزان و همراهان من در درس ریاضیات عمومی. با حل سوالات ریاضیات عمومی در آزمون ارشد مهندسی کامپیوتر در سال 99 در خدمت شما عزیزان هستم. بریم به سراغ سوالات. اولین مسئله، یه مسئله در واقع جالبی هست درباره حد. مسئله متفاوتی بود نسبت به مسائلی که معمولاً درباره حد داشتیم در آزمون ارشد. در این عبارت قرار هست که ما n رو به سمت بی‌نهایت میل بدیم. وقتی که n به سمت بی‌نهایت میل میکنه، پارامتر x ثابت میمونه. اگر دقت کنید به جملاتی که در این حاصل ضرب دیده میشن، کوسینوس x دوم، x چهارم، x هشتم تا x به روی دو به توان n، اگر n به سمت بی‌نهایت بره، تعداد این جملات به سمت بی‌نهایت میره. یعنی شما از کوسینوس x دوم، x چهارم، x هشتم تا بی‌نهایت همه اینها رو دارید. بنابراین حاصل ضربی به این صورت پاسخ حد ما خواهد بود. f x یعنی جواب این حد برابر است با کوسینوس x دوم، x چهارم، x هشتم و به همین ترتیب تا بی نهایت. خب حالا ما میخوایم ببینیم که این تابه با کدومی که از چهار گزینه داده شده برابر هست. قطعا تابه ما همواره صفر نیست. مثلا به ازای x مساوی صفر همه مقادیر کوسینوس همه یک میشن. کوسینوس صفر درجه یکه، یک ضرب در یک ضرب در یک، اون وقت پس گزینه یک درست نیست. یه مقدار دیگه ای که میشه به راحتی مقدار اف رو در اون نقطه به دست آورد، مثلا نقطه پی هست. اگر من در ایکس مساوی پی جواب رو به دست بیارم، یعنی به جای همه ایکس ها مقدار پی رو قرار بدم، کوسینوس پی دوم صفره، مطلقاً صفره و در بقیه جملات ضرب میشه. بنابراین در گزینه صحیح هم اگر ما مقدار پی رو امتحان کنیم باید مساوی صفر به دست بیاد. به همین خاطر من میدونم گزینه یک و دو جواب ما نیستن. گزینه های سه و چار هر دو این ویژگی ها رو دارن که در نقطه صفر به سمت یک میرن یا مقدارشون یک میشه و در نقطه پی مقدارشون صفر میشه. همونطور که میدونید اگر در این عبارت سینوس ایکس ایکسوم به جای ایکس ها صفر قرار بدید، یعنی ایکس رو به سمت صفر میل بدید، با استفاده از همارزی یا با استفاده از هوپیتال نهایتاً اف صفر تقریبا یک، یعنی حدش یک به دست میاد. خب حالا بین گزینه های سه و چار اگر بخوایم انتخاب کنیم، باید به یک نقطه غیر معروف، یعنی نقطه دیگری از x، به یک مقدار دیگری از x هم توجه نشون بدیم. مثلا من روی x مساوی p دوم دست گذاشتم. در این تابه اگر به جای x p دوم بذارم، یعنی جواب حد رو در نقطه p دوم بخوام حساب بکنم، وقتی به جای x p دوم قرار میدم، کوسینوس p چهارم یعنی رادیکال دو دوم ضرب میشه در کوسینوس پی هشتم. من کوسینوس پی هشتم رو نمیدونم چنده، ولی مطمئنم یه مقداری کوچکتر از یک. پس کوسینوس پی هشتم یه عددی کمتر از یک. کوسینوس پی شانزدهم یه مقداری کوچکتر از یک. خب کوسینوس پی چهارم رادیکال دو دومه و بعد در مقادیر کوچکتر از یکی ضرب میشه. جواب قطعاً عددی است کمتر از رادیکال دو دوم. حالا من با اطمینان نمیتونم بگم صفر میشه یا نمیشه، ولی قطعاً عددی است کوچکتر از رادیکال دو دوم. خب این در حالیه که در گزینه چهار وقتی به جای x p دوم رو امتحان کنید، تانژانت p دوم بی‌نهایته. تقسیم بر پی دوم هم بشه، گزینه 4 مقدار بی نهایت به شما میده. ولی اگر در گزینه 3 به جای x پی دوم قرار بدید، به شما جوابی میده به شکل دو پیوم. دو پیوم یه عددی کمتر از رادیکال دو دوم.
بنابراین گزینه 3 جواب ماست. این مسئله یه راه حل دیگه هم داشت. این راه حل رو دقت بکنید. شما میدونید که جواب باید این تابع باشه: کوسینوس x دوم، کوسینوس x چهارم و الی آخر تا بی نهایت. خب یکی از این 4 تابع هم با fx ما برابر هست. یه نگاهی که میندازیم به این تابع، از اونجا که توانهای 2 در مخرج کسر دیده میشن، x دوم، x چهارم، اگر ما به جای همه x ها 2x قرار بدیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر من به جای همه x ها 2x قرار بدم، یعنی f 2x رو حساب بکنم، اولین جمله کوسینوس 2x دوم میشه کوسینوس x، جمله بعدی 2x چهارم میشه همون x دوم، در جمله بعدی 2x هشتم میشه همون x چهارم. پس این کوسینوس x میشه، بعد کوسینوس x دوم، x چهارم، x هشتم و الی آخر. یعنی ما f 2x رو حساب کردیم، دیدیم که وقتی f 2x رو حساب میکنیم یک کوسینوس x بیرون میاد و بعد دوباره تمام جملاتی که در تابع fx ظاهر میشدند دوباره اینجا هم ظاهر شدند. یعنی f 2x برابر شد با کوسینوس x ضرب در همون fx قبلی. خب حالا کدوم گزینه هست که این ویژگی رو داشته باشه؟ در کدام گزینه وقتی شما f 2x رو حساب میکنید همون fx به دست میاد، فقط یک کوسینوس x ازش خارج میشه؟ به گزینه ها که نگاه میکنم میبینم گزینه 3 دقیقا این ویژگی رو داره. در گزینه 3 fx برابر است با سینوس x x ام. اگر در این تابع به جای x ها 2x قرار بدم، یعنی f 2x رو حساب بکنم، سینوس 2x تقسیم بر 2x. میدونید که سینوس 2x برابر است با 2 تا سینوس x کوسینوس x. خب دوها رو از صورت و مخرج ساده بکنید، میبینید که دوباره همون سینوس x x هم به وجود اومد، یعنی همون f x به وجود اومد، فقط در یک کوسینوس x اضافی هم ضرب شد. بنابراین گزینه 3 اون ویژگی مورد نظر ما رو داره، اما بقیه گزینه ها اینطور نیستند. مسئله بعدی درباره محاسبه سطح حاصل از دوران هنگامی که ما یک منحنی رو حول یک خط دوران میدیم. همونطور که میدونید وقتی ما یک خط داریم که من بهش میگم محور دوران و یک منحنی داریم، این منحنی رو حول این خط دوران که میدیم، خب یک شکل مدوری به وجود میاد. این شکل مدور هم حجم داره هم مساحت یا سطح جانبی داره، پوسته اطرافش. هم حجمش رو ما براش فرمول داریم، هم مساحتش رو فرمول داریم. یه یادآوری کنم، اگر محور دوران، یعنی خطی که دارید حولش میچرخید، دوران میکنید، خط عمودی x مساوی k باشه، اون وقت پوسته یا مساحت پوسته حاصل از دوران از این فرمول به دست میاد: 2π انتگرال فاصله x تا محور دوران، فاصله این نقطه تا محور دوران، میشه x منهای k قدر مطلقش، ضرب در المان طول قوس. المان طول قوس اگر شما منحنی رو پارامتری کرده باشید میشه x پرایم به توان 2 به علاوه y پرایم به توان 2. خب در دیتی، اگر محور دوران به جای خط عمودی یه خط افقی باشه که معمولتره در مسائل، معمولتره، اون وقت چی کار میکنیم؟ اون وقت فرمول مشابه همین ماجراست، فقط ما اینجا به جای x منهای k باید از y منهای k استفاده کنیم، چون فاصله هر نقطه منحنی تا محور دوران
به اختلاف وای منحنی و وای محور دوران بستگی داره. در یک نگاه، حالا چه خط افقی باشه، چه عمودی باشه، چه مایل باشه، فرمول مساحت حاصل از دوران این هست: دو پی انتگرال فاصله نقاط روی منحنی از محور دوران ضرب در المان طول قوس. خب ما در این فرمول ها برای یه خط مایل فرمول خیلی قشنگی نداریم. البته ما فاصله از خط مایل رو هم میتونیم حساب بکنیم، منتها یه مقداری شکل فرمول و استفاده ازش سخت میشه. حالا در این مسئله چیزی که طراح سوال از من خواسته، دوران حول یک خط مایل هست. در اینجا ما یک دایره داریم، البته ربع این دایره رو در نظر میگیریم. پس من یک محور دوران در نظر بگیرید، من یه دایره ای به شعاع 3 دارم و به مرکز مبدأ این دایره، که البته فقط با ربع اولش سر و کار دارم. این دایره چون شعاعش 3 هست، از این دوتا نقطه 3 و 3 میگذره، خب x 3 و y 3. خطی که قرار حول اون خط دوران کنیم، خط x به علاوه y مساوی 3 هست. یعنی اون خط هم خطی هست که دقیقا از این دو نقطه به شکل مایل عبور میکنه. خط x به علاوه y مساوی 3، برخوردش با محورها دقیقا در همین دو تا نقطه است. خب بنابراین آنچه که ما میخوایم به دست بیاریم اینه که این منحنی قرار حول یک خط مایل دوران کنه. اگر دوران کنه، خب میدونیم یک شکل مدوری به این صورت ایجاد میکنه و ما پوسته این حجم مساحت این شکل رو میخوایم. خب چون ما فرمول هایی که داریم برای خط افقی و خط عمودی هن، یک کاری من میخوام انجام بدم. من میخوام به جای این شکل که دوران حول یک خط مایل رو داره انجام میده، این شکل رو 45 درجه بچرخونم تا همون شکل رو داشته باشم، با همون حجم، با همون مساحت، اما محور دوران یه خط افقی باشه. عملا این کار رو چطور میشه انجام داد؟ خب در حال حاضر شما این دایره رو دارید و اون خط مایل x به علاوه y مساوی 3. ما میخوایم این شکل رو به این صورت در نظر بگیریم، 45 درجه دوران بدیم. وقتی این کار رو انجام میدیم، وقتی این رو 45 درجه دوران میدیم، حالا سوالی که از خودمون داریم اینه که در شکل جدیدی که به وجود میاریم، اون محور دوران، اون خط افقی، این خطی که اینجا به وجود میاد، خط وای مساوی چنده؟ در چه ارتفاعی قرار داره؟ خب این رو میشه به راحتی مشکلش رو حل کرد. حالا با من همراه باشید تا این کار رو انجام بدیم. اولا در فرمول ها ما گفتیم که بهتر منحنی رو پارامتری کنیم. یه دایره به شعاع 3 به این صورت پارامتری میشه که x2 به علاوه y2 شده 9، ما x رو میگیریم شعاع، یعنی 3 تا کوسینوس تی، و y رو در نظر میگیریم 3 تا سینوس تی. در شکل معمولی که طراح سوال از ما خواسته، ما با این منحنی، با این قسمت از منحنی سر و کار داریم. بنابراین تی یا همون تتا بین 0 تا پی دوم هست. وقتی من این رو به اندازه پی چهارم دوران میدم، به اندازه 45 درجه دوران میدم، به جای اینکه با زاویه 0 تا پی دوم سر و کار داشته باشم، با این زاویه ها سر و کار دارم. یعنی از زاویه پی چهارم تا زاویه 3 پی چهارم. خب حالا سوال من از خودم اینه، روی زاویه پی چهارم، یعنی در این نقطه که هستیم، ایگرگ چنده؟ خب به دست میاریم، کاری نداره. ما در فرمول ایگرگمون به جای تی پی چهارم قرار میدیم، 3 تا سینوس پی چهارم. بنابراین وای مساوی میشه با 3 تا رادیکال 2/2 این ارتفاع یا عرض محور دوران ما میشه. پس نتیجه کارهای ما به این صورت جمع‌بندی شد دوستان.
من یک شکلی دارم به این صورت. دیگه این شکل قبلی رو فراموش کنید. ما دایره x2 به علاوه y2 مساوی 9 رو داریم. بعد قرار این قسمت از دایره رو که اینجا قرار میگیره حول خط y مساوی 3 تا رادیکال دو دوم دوران بدیم. باندهای t یا همون زاویه هایی که باشون سر کار داریم از زاویه پی چهارم شروع میشه تا زاویه 3 پی چهارم. به جای x 3 تا کوسینوس تتا در نظر میگیریم، به جای y 3 تا سینوس تتا. بنابراین x پرایم و y پرایم رو میدونیم چی هست، منفی 3 تا سینوس t و 3 تا کوسینوس t یا تتا، فرقی نمی کنه. من گاهی میگم تتا، منظورم همون t هست. و حالا دیگه ما این مسئله رو داریم حل میکنیم. ما مساحت حاصل از دوران حول یک خط افقی رو میخوایم. فرمول دوران حول خط افقی به این صورت بود: 2π انتگرال وای منهای کا، که در اینجا کا همون 3 رادیکال دو دوم هست، وای محور دوران، بعد رادیکال x پرایم به توان 2، y پرایم به توان 2. x پرایم و y پرایم سه کوسینوس و سه سینوس به توان 2 که برسن، حالا علامتشون رو که از بین میره، میشه 9 تا کوسینوس 2 به علاوه 9 تا سینوس 2. از 9 فاکتور میگیریم، سینوس 2 به علاوه کوسینوس 2 میشه 1. بنابراین از اینجا یه رادیکال 9 بیرون میاد، یعنی 3 بیرون میاد. به جای y سه سینوس تتا رو قرار میدم. کا هم که میدونم 3 تا رادیکال دو دوم هست. باندهای تی هم گفتم از پی چهارم تا سه پی چهارم، بنابراین همه چیز آماده است. من نه رو، رادیکال نه رو که سه باشه، بردم بیرون. یه سه هم از داخل قدر مطلق فاکتور گرفتم، سه ها رو از این، یه سه هم از اینجا بردم بیرون، این رادیکال نه هم میشه سه، این رو هم بردم بیرون. بنابراین دو پی ضرب در نه در بیرون انتگرال دارم و حالا باید انتگرال این عبارت رو بگیرم. خب چون قدر مطلق داریم، اولین کاری که از بعد انجام بدم تعیین علامت عبارت داخل قدر مطلقه. به شکلمون وقتی نگاه میکنم، حالا چه با نگاه کردن به این شکل، چه با توجه به اطلاعاتی که از مقادیر سینوس داریم، میدونیم که در تمام این شکل از زاویه پی چهارم که شروع میکنیم تا زاویه سه پی چهارم همیشه مقدار سینوس از رادیکال دو دوم بیشتره. سینوس پی چهارم دقیقا میشه رادیکال دو دوم، سینوس سه پی چهارم هم رادیکال دو دوم، اما توی این منطقه که هستیم مقدار سینوس همیشه از رادیکال دو دوم بیشتره. بنابراین قدر مطلق لازم نیست و این عبارت مثبته، از قدر مطلق بیرون میاد. انتگرال سینوس میشه منفی کوسینوس، انتگرال رادیکال دو دوم میشه رادیکال دو دوم ضرب در تی. باند بالا و باند پایین رو میذاریم، از هم کم میکنیم، به اینجا میرسیم. حالا طراح سوال گفته که جواب انتگرال چند برابر 9 پی است. در صورت سوال این شکلی پرسیده که این مساحت چند برابر 9 پی است. پس من 9 پی رو میذارم کنار، بقیه ی عبارت رو حساب میکنم. خب از 9 پی که فاکتور بگیرید و کنار بگذارید، این عدد 2 میاد توی اینا ضرب میشه. بعد همونطور که میدونید رادیکال 2 دوم یعنی 1 تقسیم بر رادیکال 2. همونطور که میدونید کلن هر وقت دوست داشته باشید به جای رادیکال 2 میتونید بنویسید 2 تقسیم بر رادیکال 2. وقتی این کارا رو انجام بدید بعد متوجه میشید که گزینه صحیح 1 بروی رادیکال 2 در 4 منهای پی گزینه 4م هست. نکته مهم این مسئله این بود که ما به جای کار کردن روی یه خط مایل با یه دوران به اندازه 45 درجه تونستیم محور دوران رو به خط افقی تبدیل کنیم تا محاسبات راحت تر انجام بشه. مسئله بعدی طول قوس یک منحنی رو خواسته و دقیقاً تکرار سوال سال قبلشه. در سال 98 ما همین سوال رو در همین رشته و با همین گزینه‌ها داشتیم که حالا من یه اشاره می کنم و
چون اونو قبلا حل کردیم در حل سوالات سال 98. طول قوس یک منحنی رو میخوایم از نقطه 0 و 0 تا نقطه 2 رادیکال 3 و 3. ما میتونم این منحنی رو به شکل x مساوی f y یا به شکل y مساوی f x تصور کنم. میتونم x رو به دست بیارم بر حسب y، میتونم y رو به دست بیارم بر حسب x. میبینم که اگر x رو بر حسب y به دست بیارم راحت تره. البته میتونید y رو هم بر حسب x به دست بیارید، از اون راه هم حل میشه، اشکالی نداره. خب من معادلم این هست، x رو بر حسب y به دست میارم، x میشه رادیکال 4 نهم y 3، یعنی 2 سوم y به توان 3 دوم. همونطور که میدونید طول قوس برابر است با انتگرال رادیکال، اینجا باید المان طول قوس رو بنویسم، یعنی یا x پرایم به توان 2 به علاوه y پرایم به توان 2 اگر پارامتری کرده باشید، یا اگر از تابع x مساوی f y استفاده میکنید دیگه مشتق خود y 1 و مشتق x رو باید بگیرید به توان 2 برسونید d y، یا برعکس اگر از تابع y مساوی f x استفاده میکنید میشه 1 به علاوه y پرین به توان 2 d x، فرق نمیکنه. ما اینجا داریم از تابع x مساوی f y استفاده میکنیم، متغیر ما y هست، بنابراین x پرایم به توان 2 رو لازم دارم، از این عبارت مشتق میگیرم به توان 2 میرسونم، x پرایم به توان 2 مساوی خود y میشه. پس ما انتگرال رادیکال 1 به اضافه y d y رو میخوایم، باندهای y رو هم لازم داریم. به دو تا نقطه داده شده نگاه میکنم، از این دو تا نقطه هم اگر بخوام باند x هم اگر بخوام باند y به دست میاد، من باند y رو لازم دارم، y مساوی 0 تا y مساوی 3، اینا باندهای انتگرال ما هستن. درباره حل خود انتگرال هم میدونید که ما رادیکال 1 به اضافه y رو به شکل 1 به اضافه y به توان 1 دوم نگاه میکنیم بهش. حالا انتگرال u به توان 1 دوم دی u میشه u به توان 3 دوم تقسیم بر 3 دوم، بنابراین حاصل این انتگرال رو هم اینجا گرفتیم و باندها رو قرار میدیم، جواب نهایی 14 سوم به دست میاد و گزینه 2 هست. مسئله بعدی، یک انتگرال دوگانه رو میخوایم روی یک ناحیه به دست بیاریم و ناحیه داده شده ناحیه درون یک بیضی هست. هر وقت ناحیه داده شده دایره باشه به مرکز مبدأ یا دایره های معروف دیگه که میدونید، از مختصات قطبی استفاده میکنیم، هر وقت بیضی باشه ابتدا با یک تغییر دستگاه اون رو به یک دایره تبدیل میکنیم. من به ناحیه داده شده نگاه میکنم، ناحیه داده شده x شیشم به توان 2 به علاوه y چهارم به توان 2 کمتر مساوی، یعنی درون بیضیه، حالا این کمتر مساویه یعنی درون این ناحیه، من به مرز خود این ناحیه که نگاه میکنم یک بیضی میبینم. خب همونطور که میدونید نقشه ما در برخورد با یک بیضی اینه که اون رو در دستگاه جدید به یک دایره تبدیل کنیم. اگر من اسم x شیشم رو بذارم u و اسم y چهارم رو بذارم v، اون وقت معادله این بیضی تبدیل میشه به معادله u2 به علاوه v2 مساوی 1، یعنی دایره واحد، دایره به شعاع 1 به مرکز مبدأ در دستگاه UV. ما به جای اینکه روی ناحیه S که توسط طراح سوال داده شده انتگرال بگیریم، روی ناحیه D که درون دایره واحد هست انتگرال میگیریم. منتها هر وقت شما تغییر دستگاه میدید، از صفحه X و Y میرید به صفحه U و V، لازم هست که ژاکوبی دستگاه جدید رو، قدر مطلق ژاکوبی رو در انتگرال ده ضرب کنید، در درون انتگرال ضرب کنید. ژاکوبی چطور به دست می اومد؟ ژاکوبی به این صورت به دست میاد، به روابط بین یو و وی با ایکس و وای دقت کنید، یو ایکس شیشم بود و وی ایکس، یو ایکس شیشم بود و یو وای چهارم بود، این وای چهارم بود. ژاکوبی به این صورت به دست میاد، ژاکوبی دستگاه جدید برابر است با 1 بروی دترمینان این ماتریس.
مشتق u نسبت به x، مشتق u نسبت به y، بعد مشتق v نسبت به x، مشتق v نسبت به y. مشتق u نسبت به x 1/6 و نسبت به y 0. مشتق v نسبت به x 0 و نسبت به y 1/4. دترمینان میگیرم، بعد دترمینان رو وارونه میکنم، 24 به دست میاد. اگر منفی 24 هم میشد برای من فرقی نمیکرد. من قدر مطلق ژاکوبی رو در انتگرال ده ضرب میکنم. بنابراین انتگرال ما به این صورت قابل حله. خوب دقت کنید، انتگرال داده شده در صفحه x و y قرار داره و روی ناحیه s قرار داره. عبارت داخل انتگرال x2 نهم به علاوه y2 چهارم هست. خب ما به جای x میخوایم معادلش بر حسب u رو قرار بدیم. x برابر است با 6 تا u و y برابر است با 4 تا v. اینها رو به جای x و y قرار میدیم. 6 تا u به توان 2، 4 تا v به توان 2، اینها رو قرار میدیم. بعد قدر مطلق ژاکوبی رو باید ضرب کنیم. dy dx تبدیل میشه به قدر مطلق ژاکوبی دی وی دی یو، یا دی یو دی وی فرقی نمی کنه، چون هنوز باندها رو ننوشتیم، جا به جا کردن وی یو و یو مهم نیست اینجا. خب 24 رو از انتگرال خارج می کنم، محاسبات رو انجام میدم. مثلا اینجا 36 تقسیم بر 9 میشه 4، اینجا 16 تقسیم بر 4 اون هم میشه 4. از این دوتا 4 فاکتور میگیرم، کنار میذارم و در نهایت به این انتگرال میرسم. 4 تا 24 تا میشه 96، میره بیرون و ما به این انتگرال میرسیم. حالا ما میخوایم انتگرال U2 به علاوه V2 دی U دی V رو حل کنیم، در حالی که در صفحه UV هستیم. در صفحه UV ناحیه انتگرال گیری درون دایره به شعاع 1. خب ما از اونجا که این دایره هست و U2 به علاوه V2 هم در داخل انتگرال هست، میدونیم که بهتره از دستگاه قطبی استفاده کنیم. قبلا میگفتید که x رو بذار r کوسینوس، الان میگید u بشه r کوسینوس، v مساوی r سینوس، باندهای r و تتا رو اینجا جایگذاری کن. خب در یک دایره کامل به مرکز مبدا تتا از 0 تا 2 پی تغییر میکنه، بنابراین باندهای تتا از 0 هست تا 2 پی، و چون در درون دایره به شعاع 1 قرار داریم، باند R از 0 تا 1 رو در بر میگیره. فاصله از مبدا از 0 داریم تا 1، اینم باندهای R. U2 به علاوه V2 همون R به توان 2 هست. ژاکوبی دستگاه قطبی یه R اضافی لازم داره، پس dV dU میشه R dR dθ. خب حالا دیگه همه چیز آماده است، فقط میمونه حل انتگرال ها. انتگرال اول در نسبت به R گرفته میشه، انتگرال R به توان 3 میشه R به توان 4 چهارم. باند بالا 1، باند پایین 0، پس 1 چهارم از اینجا بیرون میاد. انتگرال بعدی انتگرال از 0 تا 2 پی دی تتا هست که میشه همون 2 پی، پس 1 چهارم ضرب در 2 پی ضرب در 96، یعنی 48 تا پی. اینم جواب این مسئله و گزینه 3. بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی یه مسئله جالب در نوع خودش هست. ما حجم محدود به چند تا شکل رو میخواییم به دست بیاریم. خیلی خوب، به شکل ها که نگاه میکنیم میبینیم که این کره x2 به علاوه y2 به علاوه z2 مساوی y هست. همونطور که میدونید اگر کره x2 به علاوه y2 به علاوه z2 مساوی مثلا 1 یا مساوی 2 یا مساوی 9 داشتیم، این کره کره ای بود به مرکز مبدا مختصات، کره معمولی. اما وقتی که این سمت به جای عدد ثابت y دارید، یعنی این کره قطرش رفته روی محور وای ها، یعنی انتقال پیدا کرده به سمت محور وای های مثبت، یعنی این کره اومده اینجا، یه همچین کره ای هست اینجا قرار داره و اون عدد یکی که پشت وای میبینید ضرب شده، اون قطر کره رو نشون میده، قطر کره. این در مورد کره. در مورد استوانه هم همونطور که دوباره میدونید
اگر x2 به علاوه y2 مثلا مساوی 1 باشه، مساوی 2 باشه، ما یه استوانه داریم به مرکز محور مبدا، یه استوانه معمولی که برش‌هاش دایره‌ان و در جهت محور زدها بالا میره. حالا که این سمت به جای عدد ثابت y میبینم، پس این استوانه هم انتقال پیدا کرده قطرش رو محور y ها، یعنی استوانه هم اینجا قرار داره و هم اینم قطرش همون یکه. حالا تصور کنید ما اگر میتونستیم با استفاده از انتقال ها هر دوی این شکل ها رو بیاریم به شکل هایی تبدیل کنیم به مرکز مبدا، کار ما خیلی راحت تر میشد. خب آیا میشه این کار رو انجام داد؟ خب معلومه که میشه این کار رو انجام داد. به چه صورتی؟ به این صورت. اول وای رو از اون سمت تساوی میاریم اینجا و کنار وای می‌نویسیم. معادله کره و معادله استوانه به این صورت در میاد. وای دو منهای وای. وای دو منهای وای رو میتونیم به اتحاد به شکل مربع کامل در بیاریم. همونطور که میدونید مثلا اگر من با وای دو منهای چهار وای روبرو بشم، نصف ضریب وای رو در نظر میگیرم، نصف این عدد، و باهاش اتحاد مربع مینویسم. یعنی میگم وای منهای دو به توان دو. البته منهای دو به توان دو، چون جمله دو به توان دو رو نداریم. خب حالا همون کار رو ما میخواییم با وای دو منهای وای انجام بدیم. وای دو منهای وای، چون ضریب وای یک هست، پس نصف ضریب وای میشه یک دوم. ما وای منهای یک دوم به توان دو داریم، منتها یه دوم به توان دوشو نداریم دیگه، پس منهای یک چهارم. به این ترتیب شما میتونید با این جایگذاری و بردن منفی یک چهارم از این سمت تساوی به سمت دیگر تساوی به این دوتا معادله برسید. من و شما تا اینجا موفق شدیم معادله کره و معادله استوانه داده شده رو به شکل استاندارد بنویسیم. یعنی این معادله کره ما هست، معلومه کره ای به شعاع یه دومه، و استوانه ما هم استوانه ای به شعاع یه دومه، منتها هم اون کره و هم این استوانه به مرکز مبدا نیستند، مرکزشون در نقطه x صفر و z صفر و y یه دوم قرار داره. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ میگیم اگر ما به جای این کره و این استوانه انتقال داده شده، به جای این دوتا شکل، روی دوتا شکل معمولی که به مرکز مبدا هستن کار کنیم، هر دو اینها رو انتقال بدیم یک دوم به سمت چپ، اشکالی ایجاد میشه؟ نه، حجم تغییر نمی کنه با انتقال دادن. بنابراین این کار رو انجام میدیم، یعنی به جای وای منهای یک دوم همون وای بزرگ هم یه وای جدیدی در نظر میگیریم. در واقع داریم تغییر دستگاه میدیم، منتها دیگه خیلی نمیخوام شلوغش کنیم بیو و وی و دبلیو. به وای منهای دوم میگیم وای جدیدمون، انتقال انجام شد. پس ما این کره و این استوانه رو داریم، حالا دیگه هر دو کره و استوانه های معمولی به مرکز مبدا هستند و دیگه میشه حجم رو به راحتی محاسبه کرد. حجم چطور به دست میاد؟ یاداوری، همونطور که میدونید این قسمتی که دارم توضیح میدم ربطی به این مسئله نداره، کلا دارم یاداوری میکنم. وقتی که ما حجم بین چند تا رویه رو میخوایم به دست بیاریم، فرمول اصلی محاسبه حجم اینه انتگرال سگانه بنویس، جلوی انتگرال یک بذار و دی زد دی وای دی ایکس باند زد. بعد ببینی که سقف شکل از کدام رویه به دست میاد، کف شکل از کدام رویه به دست میاد. سقف شکل z مساوی f x و y، و کف شکل z مساوی g x و y. این دوتا z رو باید به دست بیاریم. منتها دوستان بعدن که دقت میکنیم میبینیم که اگر این انتگرال میانی رو تصور کنیم که حل کردیم، انتگرال dz از g تا f میشه انتگرال dz میشه z، بعد باند بالا منهای باند پایین. پس میشه به جای انتگرال سگانه انتگرال دوگانه نوشت، منتها در داخل انتگرال باند بالا، یعنی بخش دیگه دی زد نخواهیم داشت،
چون حلش کردیم. سقف شکل منهای کف شکل، یعنی زد یک منهای زد دو، زد بالایی منهای زد پایینی، این رو در داخل انتگرال میذاریم. حالا من این دوتا زد رو از کجا باید به دست بیارم؟ از رویه‌هایی که به من داده شده. در این سوال ما یک کره داریم، البته کره رو تبدیل کردیم به این کره خودمون. ما از معادله کره دو تا زد میتونیم به دست بیاریم، نیم کره بالایی و نیم کره پایینی. اینها باندهای بالا و پایین زد خواهند بود. من از این معادله دو تا زد به دست میارم، زد مساوی مثبت و منفی رادیکال یه چهارم منهای x2 منهای y2. حالا به جای x2 به علاوه y2 میشه r2 قرار داد. اگر از این منفی فاکتور بگیرید، منفی x2 به علاوه y2 که میشه همون منفی r به توان 2. اینا باندهای زدن. باند بالا منهای باند پایین، یعنی رادیکال منهای منفی رادیکال مساوی میشه با دو برابر رادیکال. بنابراین F منهای G یا سقف منهای کف ما رو به اینجا میرسونه، دو تا رادیکال یه چهارم منهای R2، باند بالا منهای باند پایین Z، سقف شکل منهای کف شکل. خب این عبارت جلوی انتگراله. حالا ادامه میدم. ما فهمیدیم که قرار این انتگرال رو حل کنیم، انتگرال دوگانه F منهای G که مساوی شد با انتگرال دوگانه دو تا رادیکال یه دوم منهای r به توان 2 dy dx، که البته حالا دیگه باید به جای dy dx از مختصات قطبی استفاده کنم، یعنی به جای dy dx من باید بنویسم r dr dy تتا. خب حالا سوالم از خودم اینه که باند r و باند تتا رو از کجا باید به دست بیارم؟ وظیفه کره این بود که سقف و کف شکل رو به من بده، اون استوانه هم حدود آر و تتا رو برای ما مشخص میکنه. به معادله استوانه نگاه کنیم. استوانه ما استوانه x2 به علاوه y2 مساوی یک چهارمه، یعنی به سایه این استوانه روی زمین که نگاه میکنیم یه دایره به مرکز مبدأ و به شعاع یه دوم میبینیم، x2 به علاوه y2 مساوی یک چهارم، یعنی ما این دایره رو میبینیم. در این دایره چون یه دور کامل داریم، تتا از 0 تا 2 پی تغییر میکنه و باند آر از آر مساوی 0 تا خود شعاع دایره، یعنی آر مساوی 1 دوم، باند آر و تتا از اینجا به دست میان. حالا ادامه کار فقط حل انتگرال هایی هست که نوشته شده. خب دو تا رادیکال یه چهارم منهای آر دو، آر دی آر دی تتا، باند تتا از 0 تا 2 پی، باند آر از 0 تا 1 دوم. خب حالا میمونه حل انتگرال ها. انتگرال اول آسونه به خاطر اینکه اگر شما به این عبارت خوب دقت بکنید، در واقع شما یک چهارم منهای آر دو رو میبینید به توان 1 دوم و در کنارش یه دو آر میبینید که ضرب شده. اگر شما اسم این رو بذارید یو، این مشتقشه، دی یوه، البته با کمک دی آری که اینجا هست، این دی یو هست، یو و دی یو. یو به توان یک دوم رسیده، این عبارت به توان یک دوم رسیده. دی یوش هم البته یه منفی میخواد، مشتقش منفی دو آر میشه، به همین خاطر من باید در یه منفی ضرب و تقسیم کنم. یو به توان یک دوم وقتی ازش انتگرال بگیرد میشه یو به توان سه دوم تقسیم بر سه دوم، یعنی دو سوم یو به توان سه دوم، البته با یه علامت منفی، و در نهایت به اینجا خواهیم رسید، منفی دو سوم یو به توان سه دوم. باند بالا و باند پایین رو قرار میدید به جای آر یک دوم و صفر قرار میدید، یک دوم بذارید که یه چهارم منهای یه چهارم صفر میشه، اگر به جای آر صفر قرار بدید یک چهارم به توان سه دوم برای شما میمونه، یک چهارم به توان سه دوم، یعنی از یک چهارم جذر بگیر و بعد به توان سه برسون، جذر بگیر میشه یه دوم، به توان سه برسون میشه یه هشتم، بعد در منفی دو سوم ضربش میکنم، پس یه منفی دو سوم داریم، یه یک هشتم از اینجا بیرون میاد. انتگرال از 0 تا 2 پی دی تتا هم میشه 2 پی. وقتی که به تمام این موارد
دقت میکنیم میبینیم که منفی پیشیشم جواب ما خواهد بود. ببخشید مثبت پیشیشم جواب ما خواهد بود، چون منفیش از بین رفت، باند بالا منهای باند پایین جوابه. بنابراین در نهایت جواب سوال برابر است با پی شیشم و گزینه یک جواب ما هست. بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی هم مطابق معمول مسئله هست درباره شار عبوری از یک سطح. شار عبوری یک میدان از یک سطح رو میخوایم به دست بیاریم. شار عبوری از سطح با این فرمول به دست میاد: انتگرال روی اون سطح یا روی اون پوسته میدان دات ان دی اس، ان بردار یکه قائم بر سطح. و ما البته میدونیم که معمولا سطح اس یه سطح بسته هست، یه سطحی هست که در درون خودش یه زندان ایجاد میکنه، یعنی بسته هست. و اگر سطح اس سطح بسته باشه، این انتگرال تبدیل میشه به انتگرال سگانه دیورژانس اف بعد دی زد دی وای دی ایکس، یعنی به انتگرال سگانه در تبدیل میشه. خب سطح اس که طراح سوال الان به من معرفی کرده از دو بخش تشکیل شده. یکی یه مخروط که زاویه 45 درجه با محور زدها داره، زاویه فی مساوی پی چهارم. یعنی یه مخروطی تصور کنید که با محور زدها زاویه 45 درجه میسازه، به این ترتیب اومده بالا این مخروط. و بعد سقف این شکل صفحه زد مساوی دو هست، یه صفحه در ارتفاع دو و بدنش هم مخروطه. اگر اس فقط از مخروط تشکیل میشد، سطح بسته تشکیل نمیداد. اما به ادبیات مسئله که نگاه میکنیم، میبینیم پوسته اس از هر دو بخش تشکیل شده. به سطح بسته اس مخروطی است با این معادله و همچنین صفحه زد مساوی دو. یعنی هر دوی اینها با هم تشکیل یه پوسته دادن. پس اس یه پوسته بسته است. پس من میتونم از دیورژانس استفاده کنم. انتگرال اف دات ان دی اس میشه انتگرال سگانه دیورژانس اف. دیورژانس اف رو چطور به دست بیاریم؟ خب به اف که نگاه میکنم، میدان اف که نگاه میکنم، سه تا مؤلفه داره: ایکس، منفی دو وای و یک. این مؤلفه ها از اولی نسبت به ایکس مشتق میگیرم، از دومی نسبت به وای مشتق میگیرم، از سومی نسبت به زد مشتق میگیرم. جمع میزنم دیورژانس اف به دست میاد که میشه منفی یک. بنابراین من اینجا به جای دیورژانس اف باید منفی یک بذارم. انتگرال ما برابر میشه با انتگرال سگانه منفی یک در دی وی یا همون دی زد دی وای دی ایکس. اینجا دی وی نوشتم یعنی المان حجم، یعنی ضرب دی زد در دی وای در دی ایکس، اصطلاحاً بهش میگن دی وی. خب انتگرال سگانه ای که جلوش عدد یک باشه مساوی است با حجم ناحیه انتگرال گیری. اگر شما منفی رو بیارید بیرون از انتگرال، متوجه میشید که جواب این انتگرال برابر است با منفی حجم شکلتون، حجم شکل مورد نظر. شکل مورد نظر ما یه مخروطه. حجم مخروط چطور به دست میاد؟ به ارتفاع مخروط و به شعاع مخروط برمیگرده. حجم استوانه میشد پی آر دو ضرب در اچ. حجم مخروط یک سوم پی آر دو ضرب در اچه. برای این جواب سوال ما منفی یک سوم پی آر به توان دو ضرب در اچ. حالا سوالی که ما از خودمون داریم اینه که این مخروطی که به ما داده شده شعاع و ارتفاعش رو از کجا بفهمیم؟ خب ارتفاع این مخروط برای ما روشنه. اینکه ارتفاع مخروط چقدر مشخصه، چون این صفحه صفحه زد مساوی دو هست، در ارتفاع دو قرار داره. پس ارتفاع مخروط من دو هست. چیز دیگه که باید بفهمم شعاع مخروطه، یعنی این عدد، این فاصله چقدره. به این این بستگی داره که دهنه این مخروط چقدر باز شده. خب مخروط ما مخروط فی مساوی پی چهارمه، زاویه 45 درجه داره با محور زدها. اگر یادتون باشه
دو تا محور داشته باشید، مثلا برای ما اینجا محور وای، اینجا محور زده، زاویه 45 درجه نیم سازه، یعنی دقیقا از وسط رد میشه. مخروط ما زاویه 45 درجه با محور زد داره، بنابراین در نقطه، در این نقطه که من اسمشو میذارم نقطه آ، مقدار وای و مقدار زد باید با هم برابر باشه. اگر زد مساوی 2ه، پس وایش هم مساوی 2 هست. خب حالا که اینطوره، پس این مخروط اگر ارتفاعش 2ه، پس شعاع مخروط هم 2 هست. پس ما متوجه شدیم که یه مخروطی داریم به هم ارتفاع 2 هم شعاع 2. حجم این مخروط رو حساب میکنیم، من 1/3 پی آر به توان 2 اچ، یعنی 2 به توان 2 ضرب در 2، و از اینجا به جواب سوال میرسیم، منفی 8 پی سوم شار عبوری از این سطح هست، یعنی گزینه 3. دوستان عزیزم موفق و پیروز باشید انشاءالله. در ضمن عزیزان، پاسخ کتبی و تشریحی این سوالات به شکل منظم و مرتب تر از چیزی که اینجا در فیلم دیدید در PDF آماده است که در کانال ها و سایت گروه بابان قرار خواهد گرفت. موفق و پیروز باشید.